بعد ما آقای جیرانی من فکر میکنم ما خیلی شغل سختی داریم، ما دائم داریم با جان خودمون درگیر میشیم. من میگم جان چون برای من بازیگری از جان نشأت میگیره. من همیشه اعتقادم به اینه که گاهی یک لحظه‌ای در بازیگری خودم میبینم که منو هیجان زده میکنه، چون من یادم نیست که این کارا رو انجام دادم. میدونیم انقدر که از درونم داره بیرون میاد. خب میگم من دائم دارم یک دوئلی با خودم میکنم، دائم در جنگ با خودم هم. این اصلا دارم این آرامش رو از خودم میگیرم برای اینکه یک لحظه رو متولد کنم. مدعی نیستم که چقدر موفقم، میخوام بگم که بدونید از چه دریچه‌ای دارم بهش نگاه میکنم. خب خیلی سخته و خب این قراره، این داره با من حرکت میکنه، من اینو با خودم میبرم توی اون لحظه های خصوصی زندگی خودم. نمیتونی منکرشون بشیم. میخوام بگم همه اینا، همه این چیزا در لحظه داره با من راه میاد و داره هی منو تغییر میده. هی شبیه یک، من گاهی فکر کنم من شبیه یک سنگی هم که هی داره تراشیده میشه، یه چیزایی بهش اضافه میشه، یه جایی ظرافتش بیشتر میشه. مهم من اینا، نمیتونم منکرشون بشم. ولی این بحث کلی رو تموم کنم، بحث خوبی هم هست که بعد ادامه بدیم، علفدار رو و خائن‌کشی رو. در سینمای امروز ایران، در جامعه امروز ایران، اصلا ستاره زن معنا داره؟ فکر نمی‌کنم. مطمئن نیستم چون باید بیشتر بهش فکر کنم، اما به احتمال به یقین خیر. معنی ستاره در دنیا که همه میدونیم چیه دیگه. بله. ستاره با خودش یک ابعادی داره، پوستر، تبلیغات، شلوغی های پیرامونش در واقع و مصاحبه ها، عکس ها، تفصیلات. ستاره بدون اینها که ستاره نمیشه. بله. باید اینها رو داشته باشیم که اینها در ایران خب طبیعتاً به کمترین حد ممکن وجود داره. بله. در واقع. بله. و بعد ستاره یعنی عکسش روی پوستر، تبلیغات، منو بکشونه داخل سینما به خاطر ستاره. اما تعالیش در جهان هم تغییر کرده ستاره یه خورده ای، ولی یک زمانی ستاره معنیش این بود. پس معتقدی الان به اون معنا وجود نداره؟ بله. از ستاره های زن قبلی کی رو دوست داشتی تو؟ تو شهری آقداشو رو دوست داشتی؟ از ستاره های قبلی؟ آذر شیبار دوست دارم. خیلی شخصی. آره. خیلی شخصی آذر شیبار. و چه فیلمشو؟ همه رو تقریبا دیدم. همه رو دیدی؟ که طبیعتاً بهترینی سلطان قلف هاست دیگه. شاید هم نمیدونم میتونم اسمشو بگم. بگو. من روسپی رو خیلی دوست دارم. اونم خیلی فیلم خوبیه. بله. بسیار شخصیت خوبی رو بازی میکنه.